بعضی وقتا قیمت گرون بعضی از جنس ها رو نمیتونیم باور کنیم. اینکه چطور میشه که بعضی از ثروتمندان حاضرن همچین خریدای بی سابقه ای انجام بدن. توی این ویدیو 5 تا از گرونترین چیزایی که سفارشی ساخته شدن رو بهتون معرفی میکنم. تا آخر این ویدیو با من همراه باش که قیمت شماره 1 این مجموعه هوش از سر آدم میبره. شماره 5، کلاه ایمنی دارث ویدر. یکی از طرفداران جنگ ستارگان کلاه ایمنی دارث ویدر رو به قیمت 900 هزار دلار در یه حراجی در سال 2019 خریداری کرده. لازمه بگم دارث ویدر یه شخصیت اسطوره‌ای و تاریک در مجموعه فیلم‌های جنگ ستارگانه. اون یک ژنرال نیروی امپراتوری و لرد ارشد ستارگانه که در اصل آناکین اسکایواکر نام داره. آناکین اسکایواکر اصلی قوی‌ترین جدای آموزش دیده و شکست ناپذیر بود که به سمت تاریکی و سوی شیطانی جذب شد. اون پس از تبدیل شدن به دارث ویدر به عنوان یک نیروی تاریک و شیطانی برای ارتش امپراتوری جمهوری کهکشان مبارزه میکرد. دارث ویدر یکی از محبوب ترین و تأثیرگذارترین شخصیت های سینمایی تاریخه. خلاصه کلاه اون در ابتدا تخمین زده شده بود که 400 هزار دلار فروش بره، اما قیمت نهایی بیشتر از دو برابر بود. این ماسکا و کلاهای ایمنی به دلیل طرح فیلم جنگ ستارگان خیلی مورد توجه قرار می گیرن. شماره 4، نقاشی کارت پلیرز. این نقاشی اثر هنرمند بزرگ امپرسیونیست پل سزانه که در آغاز قرن 20 این نقاشی رو کشیده. نقاشی‌های اون در بین علاقه‌مندان و مجموعه داران آثار هنری بسیار ارزشمند و گران قیمته. این تابلو رنگ و روغن و مزرعه‌دار اهل اکسان پروانس رو به تصویر می‌کشه. مالک اصلی این نقاشی رو برای سالها خصوصی نگه داشته بوده. این قرارداد در سال 2011 به ثبت رسیده و قیمت فروش این تابلو 250 میلیون دلاره که رقم قابل توجهی برای یه نقاشیه. شماره 3، دریم جت بوئینگ 787. ارزش این جت 300 میلیون دلار و جت مجلل معروف به امارت پروازه. قیمت اجاره اون برای هر ساعت 74 هزار دلاره. دیرجت هواپیما رو در تابستان 2016 خریداری کرده. تولید این هواپیما برای طراحاش چالش برانگیز بوده، چون هواپیمایی بوئینگ 787 عمدتاً از فیبر کربن به جای آلومینیوم سنتی ساخته میشه. قبل از اینکه دو شماره آخر این مجموعه رو بگم، میخوام در مورد فروش عجیب و غریب یک کت صحبت کنم. کت مایکل جکسون. کیم کارداشیان این کت رو که به جکت آیکون پاپ معروف بوده رو به عنوان هدیه برای دخترش نورث خریده. این کت سفارشی برای مایکل جکسون دوخته شده بوده و او این لباس رو در جشن 65 سالگی الیزابت تیلور در سال 1997 پوشیده و البته در رویداد نمایش فیلم گاستس. کیم کارداشیان که این کت رو به مبلغ 65625 دلار خریده، دوباره به سایز جدید برای دخترش به تعمیر سپرده. تازه معلوم نیست که این کت به خاطر نام مایکل جکسون دوباره که فروخته بشه با چه قیمتی مواجه باشه. اگه تا اینجا از دیدن این ویدیو راضی بودی لایک کن و برای داشتن یه ذهنیت ثروتمند حتما کانال منو سابسکرایب کن که هدف ساخت این سری ویدیو قطعاً برای رشد و تغییر مدار ثروت در شما بوده. شماره 2، کاخ آنتیلیا. این کاخ به عنوان گرانترین خانه شخصی سفارشی در جهان شناخته میشه. برای ساخت این ملک سفارشی که متعلق به مکش آمبانی، میلیاردر معروف هندی و صاحب شرکت ریلاینس اینداستریز هست، 4 سال زمان صرف شده. توی ویدیویی که بالا گذاشتم اطلاعات کامل اون رو ببین. این خونه 3 تا فرودگاه هلیکوپتر، پارکینگ برای 168 خودرو و 9 تا آسانسور داره و در مرکز شهر بمبئی قرار داره. ساخت اون 2 میلیارد دلار هزینه داشته. شماره 1،
یاخت هیستوری سوپریم. یاخت یه نوع قایق یا کشتی بزرگ و لوکسه که معمولاً برای تفریح و گردش دریایی استفاده میشه. از ویژگی‌های اونا سرعت بالا که بیشتر از قایق‌های استاندارد هست. اتاق‌های مجلل داره، سالن‌های پذیرایی، آشپزخونه، استخر و بقیه تجهیزات لوکس رو هم داره. و بیشتر برای تفریح و گردش دریایی استفاده میشه و مناسب حمله بار هم نیست. کشتی های تفریحی معمولاً در مالکیت افراد و یا شرکت های ثروتمند قرار دارن و نماد قدرت و ثروت اونها. قیمت اونها میتونه از چند میلیون تا چند میلیارد دلار متغیر باشه. یکی از این یخت های فوق‌العاده لاکچری قایق تفریحی هیستوری سوپریم بوده که 100 فوته و با طلا و پلاتین پوشیده شده. ساخت اون 3 سال طول کشیده. این قایق تفریحی بیش از 220.462 پوند طلا و پلاتین داره. البته چیزی که این قایق آنچنانی رو منحصر به فرد میکنه مالک مرموز اونه. گفته میشه یه تاجر انگلیسی به نام استوارت هیوز که یه طراح و سازنده یخت‌های لوکس و سفارشیه و در این رشته از معروف‌ترین هاست، این قایق تفریحی رو برای یه بیزینسمن مالزیایی ساخته. قیمت اون 4.8 میلیارد دلاره. به هم بگو اگه میلیاردر میبودی حاضری همچین قایق تفریحی طلایی رو بخری؟ نظرت رو توی کامنت ها به هم بگو. ممنون از همراهی تا آخر این ویدیو.